روش تربیتی اسلام قسمت چهارم. اون میزان رشدی که مرحله بعد رو مطرح میکنه، چون کسی که میخواد رشد کنه یا به باقی رو بودن خسارت دیگه از غیرو میره آزاد میشه، اینی که میزان بعد توحید میشه. انسان هر قدمی که برمیداره به این حساب میکنه که محرک این کار من چیه، به عمل نمره نمیده که این عمل عمل مباحه یا عمل مستحبه یا عمل واجبه، مهم این عمل با تمام الوانش عاملش چیه. دستی که به سرم کشیدم، این قیافه‌ای که الان گرفتم، این جمله‌ای که گفتم، این غضبی که کردم، این ترسی که اومد تو دلم، این امیدی که به او پیدا کردم، این عشق و محبتی که از او تو وجودم شعله کشید، این او میخواد یا دلم؟ محرک‌ها رو مطرح میکنه. چی باعث اینا شد؟ حاصل یه سک تو من موج ایجاد کرد؟ شرک. اینقدر دقیق میشه شرک. توحید به این حد میرسه جز او منو نمیترسونه، جز او منو امید نمیده، جز او منو رنج نمیده، جز او حزنی در من نمیاره دیگه، ترسی نمیاره، حزنی اندوهی برگذشته و ترس و خوفی از آینده هیچ کدوم در من راه پیدا نمیکنه، نه حزن و نه خوف، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و میزان توحید به میزان بعدی منتهی میشه، میزان اهمیت، ملاک اهمیت مثلا. یعنی انسان دو تا کاری که میخواد شروع کنه هر دو خواسته خداست، کدوم محبوب تره، کدوم مهم تره؟ در ظهر 10 تا کار دارم، کدوم انجام بدم؟ اینی که بارها گفتم ما در یه زمان کار خیلی داریم ولی گرفتاریمون بیش از یکی نیست. این که هی نمیشه ناله کنیم آقا خیلی من کار دارم، کار خیلی داری ولی گرفتاری تو بیش از یکی در یه زمان نیست. و گرفتاری من اون کاریه که از اهمیت بیشتری بسته. خب برای شناخت اهمیت ها از چی میتونم استفاده کنم؟ آزادی با عقل و ملاک اهمیت وظیفه ها رو مشخصش میکنم که کار من در حل هست چیه. به تعبیر خود قرآن، کسانی که در صراط میان به سبل هدایت میشن، من جا هدفینا لنفینا هم سبولنا، کسانی که کوشششون در ما در صراطه علمدونی هادا صراط مستقیم، کسی که در این صراطه و به عبودیت رسیده، یعنی از آزادیاش به عبودیت رسیده، با از اسارتش آزاد شده به حریت رسیده، بعد از حریتش هم آزاد شده به عبودیت رسیده، کسی که در این حده تکلیفشو میفهمه. دیدین این زرگرا وقتی میخوان طلا رو بکشن اول تارازوها رو آزاد میکنن، پنچه ها خاموش میشه، حرارت ها کنترل میشه، بعدن میکشن. وقتی تارازو آزاد شد میتونه بسنجه، اهمیت ها رو نشون میده، مهمتر وظیفه اینه. برای شناخت وظیفه ها این سه اصل، آزادی، ملاک، اهمیت و تارازوی عقل کافیه. این شناخت وظیفه، عشق به وظیفه، باز عشقی که در ما میاد و عشق بزرگتری که در ما میاد، اونم عامل یاده کردن وظیفه. پس هم مسئله وظیفه چیه مشخص میشه که المؤمنه ینظر به نور الله، با اون نور هستن، با اون صراط پیش میرن. یعنی المؤمنه ینظر به نور الله خیلی بار عمیقی تو ذهن من زنده میکنه. یه دیدین وقتی میخوان یه جا قنات بکنن، قنات میدونید چیه؟ یه جا چاه میکنن در 30 متری مثلا به آب میرسه، میخوان این آب رو خودش رو به جریان بندازن، نه با دل بکشن، گمونه میزنن، تخمین میزنن که سطح زمین مثلا در 200 متر این طرف تا 40 متر پایین تر از اینجا، در نتیجه از اون اینجا یه نقبی تونلی شروع میکنن تا برسن به این منبع، به این مادر چاه برسن. خب وقتی تو زمین میخوان حرکت کنن، باید حرکتشون مستقیم باشه دیگه. برای اینکه این حرکت مستقیم رو تو این تاریکی شروع کنن چیکار میکردن؟ قدیمی ها یه دو تا چراغ موشی میگذاشتن، این نور این میافتاد این جلو دیگه، نورم مستقیم حرکت میکنه، با این نور تو این تاریکی ها پیش میره، تا هر جایی که نور میافتاد میکردن تا به اون چاه اصلی مادر چاه برسه. مؤمن تو تاریکی ها با این نور حرکت میکنه. المؤمن ینظر به نور، اینی که به آب میره و من الماء کل شیء حی و به حیات میرسه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بپذیرید دعوت رسول رو وقتی که میخونه شما رو به سمت چیزی که به شما حیات بده، یحییکم. اینم میزان اهمیت. میزان بعدی هم میزان صعوبته. حالا اگر دو چیز در یه سطح از اهمیت بود، کدوم عمل کنم؟ اونی که از فشار بیشتری برخورداره. تو نهر البلاغه که امام میفرماید وقتی که دو کار بر من پیش میمد، او رو انتخاب میکردم که پسندیده تر برای او بود. و در اون دعا هست، وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاحداها و اذا تناقضت الملل لارواها، هنگامی که راه ها مثل هم میشن، منو به اون راهی که نزدیک تره برسه.
و من و هنگامی که ملت ها مختلف میشن به اون روش و ملتی که پسندیده تره رهبر باشه. ارواح بهترین همون اهمیته. حالا اگر هر دو در یه سطح بودن چی؟ امام میگه من اونجا اون رو انتخاب میکردم که بر خودم سخت تر، اون چی که بر ما فشار بیشتر وارد میکنه به ما رشد بیشتر میده. وزنه هایی که رو بازوی ما فشار زیادتر دارن بازوها رو نیرومندتر میبینید. این چهار تا ملاک با همون ملاک رشد مرتبط هست، همه برای این تو اون رشد در ما رو بزن. و بعدم یه سری ملاک های خصوصی داریم، مثل اینکه وقتی میخوان عالم رو توضیح بدن میزان میزن به ما. عالم کیه؟ اونی که خودتو در تو بزرگ نکنه، خودتو بزرگ نکنه و دنیا رو در تو بزرگ نکنه. العالم من یوبکر و کمون با رؤیتو، عالم اونی که تو او رو در تو بزرگ کنه. حتی وقتی که میخوان عقل رو بزنن، عقل چیه؟ عقل رو با همین میزان ها میسنجنه. العقل ما عبد به رحمان، دوستی همینه، دشمنی همینه، تمام مسائل با این نقص داره میشه و سنجیده میشه. این ملاک ها هستن، یا ملاک اطاعت توحیده، یا ملاک رشد، یا ملاک اهمیت، یا ملاک صعوبت، که افضل الاعمال احمدها، بهترین عملها مشکل ترینشون و سخت ترینشون. با این ملاک ها که ما راهمون رو تو سختی ها پیدا می کنیم، کور نیستیم، نیستیم بعد چی کار. اینجاست که ساخته شدیم، اینجاست که دیگه شکل گرفتیم. گفتم این دین با این طرحی که به وجود میاره انسان رو نمیقلتونه، انسان رو به پا نمیداره، کار میکنه انسان به پا بیسته اگر بخواد. ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. گفتم میگه به پا بیستن، نمیگه به پا داشته بشن، نمیگه لیقام، نمیخواد انسان رو بقلتونه، نمیخواد انسان رو مسخ کنه. و همونطور که توضیح دادم از اینجاست که از مکتب وجودی جدا میشه. وقتی که مکتب وجودی میگه انسان کسی که بعد خودش رو شکل بده، اینجا میگه انسان کسی که هم شکل بده و هم جهت بده. و بعدم میگه مبنای شکل دادن انسان خواسته هاش نیست، هوس هاش نیست، بلکه انسان برای شکل دادن به خودش حتی بعد از خودش هم آزاد بشه. چون عواملی که شکل راستین انسان رو محکوم کنن تنها در بیرون نیستن، در درون انسان هم راست. و اینجاست که انسان بعد حتی از خودش هم آزاد بشه با اون نیرویی که گفتم، و بعد از خودش هم سفر کنه به نزدیکتر از خودش با اون عشقی که گفتم. و اینجاست که انسان باید بر اساس استعداداش خودش رو شکل بده و به سمت عشق نزدیکتر و یک چیز از خودش نزدیکتر جهت رو شروع کنه و حرکتش رو انتخاب. و اون برای حرکت ما یه دین، یعنی شکل ایدئال حرکت ما رو مطرح میکنه، شکل راستین ما رو مطرح میکنه. و انسانی که میتونه این شکل رو انتخاب کنه، یعنی اون مجبور نمیکنه تو رو حتما این رو بگیر، او با شناختایی که به تو میده عشقش رو در تو میاره، تو یعنی با احساس خودت تو حرکت میکنی، با پای خودت راه میری، خودت میستی. و حتی وقتی که میبینی پای خودت لنگه، خودت رو به او واگذار میکنی، وکیل میگیری، توکل میکنی، تفویض میکنی، مسائل حل نمیشه. اینجاست که ما در یه سطحی برتر از مکتبهای وجودی هستیم. تو سوالهایی که تو مکتبهای اگزیستانسیالیسم میتونه جواب پیدا کنه، اصلا مطرح نشده، اینجا هم مطرح هم جواب گرفته. انسان گفتم کسی نیست که خلاق و انتخاب کننده و آزاد باشه، اینا بشر هستن به تعبیر خودم. استعدادها انسان نیستن. انسان کسی که به اینا چهار مرحله رو طی کنه، با اینها کشفشون بکنه، یک استخراجشون بکنه، شکلشون بده و مهمتر جهت، و برای شکل دادن به خودش هم بر اساس خواسته هاش نه بر اساس استعداداش حرکت کنه. و اینجاست که باید استعدادها شناخته بشن، قلمرو این استعدادها مشخص بشن و قانون های حاکم بر این استعدادها و بر این قلمرو هم معلوم بشن، تا انسان بتونه حرکت صحیحش رو شروع کنه و در این چهار راه شلوغ هستی درست باشه و در این کوره راهی که به هیچ چیزش آشنایی قدم برداره و بده و پرواز. لیقوم الناس بالقسط، از این به بعد اگر انسان خودش حرکتی کرد، انتخابی کرد و راه افتاد، مسخ نشده. اینجاست که انسان خودش با میکروب هایی که مسخ میخوان بکنن رو درگیر میشه، با عوامل بیرونی که میخوان رو نابود کنن درگیر میشه. انسانی که از عوامل درونی آزاد شده و دستاویز عوامل بیرونی دیگه در درون او نیستن، چون یه اصلیه، سردارهای فاتح وقتی که میخواستن قلعه ها رو فتح کنن از درون قلعه رو فتح میکردن، یه در و خریداری میکردن، سر راه ها میستن، از توی قلعه قلعه رو فتح میکردن. عوامل بیرونی مادامی که در درون ما جاپا نداشته باشن و دستاویز نداشته باشن ما رو فتح نمی کنن. اینی که جهاد با طاغوت جهاد کمتره و جهاد در درون جهاد بیشتره، چون جهاد درونه که زمینه و دستاویز و جای پای طاغوت رو محو می‌کنه.
جهاد با نفس اکبر. چرا؟ چون هم درگیری عمیق‌تر، انسان باید از خودش آزاد بشه، خیلی باله، و در نتیجه انسانی که از خودش آزاد شد از دیگران به طور خاص آزاده. منی که خودم رو تحمل نمی‌کنم طاغوت‌ها رو تحمل نخواهم کرد. منی که از خودم آزاد شدم از زیر آوار دیگرانم بیرون میام، نمی‌تونم برم. منی که اینقدر راهم تنگه که بار و پای خودم رو انداختم، چطور میشه دیگران رو کول کنم؟ راهی که به گفته او راه کوهستانی و تنگه، که انسان زادش رو میندازه، القت صحیفه کتاباش رو میندازه، که یفخص فرحله تا بارش سبک بشه، و زاد توشش هم میندازه، حتی نعله و القاها، تو راهی که حتی کفشش هم رها میکنه و نعلش هم القا میکنه، تو اون مرحله چطور میتونم بار دیگر رو تحمل کنم؟ اینه که این جهاد نفسی، چون هم جهادی با خودمون اکبره و هم چون دستاویز طاغوت در منعقد میکنه اکبر میشه. دو جهت برای اکبر بودنش هست. گفتم توحید در درون ما میشه زیربنای جهاد با نفس، و توحید در بیرون میشه زیربنای جهاد با طاغوت، و در نتیجه انسانی که از این هر دو آزاد شد، یعنی در درون آزاد شد، حرکت میکنه تا با آهن میکروبهایی که سر راهشن برداره، مانعهایی که سر راهشن برداره، باطلاقهایی که سر راهش هستن خوش کنه و حتی ازشون بهره بگیره، از کودشون به رشد و نمو و محصول و کشت خودش کمک. این انسانی که ساخته میشه قدرت پیدا میکنه میکروب ها رو بمیبرن. گفتم هدف این نیست که میکروب ها رو برداریم، هدف اینه مزاج ها واکسینه بشن، همین و همین. واکسینه شون هم به این نحوه، نه یه جوری که 10 ساعت مسئولیت بره بعد دوباره میکروب ها توش نفوذ کنن. اینجاست که این انسان ساخته شده ای که با این روش مایه گرفته به پا میسته، و بعد این که به پای ساد آهن برای اون یک تا درگیریاش رو شروع کنه، و انزلن الحدید فیه بأسن شدید و منافع اولینا درگیریو شده میشه. اون ناسی که به پا استادن از آهن بهره میگیرن، ولی ناسی که به پا نایستادن از آهن بهره نمیگیرن. قدرت ها بار اونها میشه، قدرت ها دمار روزگار اونها در میاره، همون چاقوی تیزه که دست بچه هسته. ناس یعنی تودهی که به اون رشد رسیده و قیام کرده، لیقوم الناس، اون حتی از حرکت رسیده میتونه از آهن ها، از قدرت ها، از ثروت ها، از صنعت و تکنیک بهره بگیره. مادامی که انسان به اون حد نرسه، قدرت جز رنجش نیست، جز دردش نیست، جز فاجعه براش نیست. مناخ اول الله لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا مشخص بشه اونهایی که یار حقا کیه و دنبال رسالتی هستن که این فرستاده کیه. این روش هم بیا بود. این روش برای یه روحیه های طالبه، گفتم اون رو توضیح داده شد که هر جامعه از دو تا اقلیت برخورداره و یه اکثریت. یه اقلیت ساخته میشن و سازنده هست، یه اقلیت زود فاسد میشن و مفسدن هست، و یه اکثریت هم متوسط خلق هست که اینا اصولا معلولن، همه دنگوان تحت تأثیر این دو تا اقلیت هست. کار کردن توی جامعه باید از اینجا شروع بشه، رو علت ها کار بشه نه رو معلول ها. وقتی میخوان توده یو بسازن از اونجا شروع میکنن، میخوان توده یم خراب بکنن از اونجا. و این توده ای که اقلیت صالح مصلحه، دو خصوصیت طلب و تسلیم داره. توضیح دادم اون آیه به ما یاد میده که باید رو چه کسانی کار کنه. این کسانی که سالمن طالبن، این روش کار کردنشون، این روش با اون روحیه های طالب. اما روحیه هایی که طالب نیستن، آمادگی ندارن، اینا نه رها میشن نه ابتداعا با اینها کار میشن. گفتم وقتی که میخوایم با یه دونه کبریت یک کوه آهن رو آب کنیم، اول نمیایم کبریت رو زیر آهن ها بزنیم، کبریت ضایع شده و خودمونم موندیم. اینجا که جوانا روشن میشن، بعد از بارها، بعد زغال سنگ ها، بعد آهن آب میشه. توی جامعه که همش تو دریا افتاده و غرق شده، نمیشه کنار دریا نشست و سرود یعص خوند و سرود مرد، و نمیشه از دم بیرون کشید، بعد انتخاب کرد رو استعدادا کارو شروع کنه. کسانی رو بیرون بکشید که وقتی بیرون اومدن به بیرون کشیدن کمک کنن، کسانی زنده کنی که بعد از که زنده شدن احیا میکنن، ساخته بشن سازنده هستن، صالح بشن مصلح هستن. با اینا کارتو شروع، نه با اون فلسطه مرده ها که روش نمی کنن، و نه با اون ترایی فراری رابطه میشه باشون برقرار کنید فراری هم باشون نمیشه کار کرد، و نه با کورا که بعد از رابطه هم میترسن حرکت نمی کنن. با اینا رو بلش، اینا ابتدا نمیتونن مایهی باشن برای تو. بعدها چرا؟ با همه اینا باید کار کنیم تا شرایط رشد اینا فراهم بشه. چون گفتم مطلوب نیست انسان خوب بشه، مطلوب اینه که انسان اگر بخواد خوب بشه بتونه، شرایط خوب شدن فراهم بشه براش هم. و اینی که با اینا باید کار کنیم، اون روش با اینا رو چه کسانی کار کنیم، هم تو سوره نمل ازش گفتگو میشه، و هم این که سوره نمل یکی سوره دیگه است که نکلا تسم الموتا ولا تسم سمت دعا اذا ولو مدبرین، با مرده ها و کرهای فراری کار نکن، با
و همچنین با کورها و ما انتا به حاضر اون یعنی بلالت هم ان توسن و فسر الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلم. این روش رو اینها وقتی با تیپ های دیگه چیکار؟ وقتی تیپ ها و روحی های دیگه باید مشخص بشن یه چه روحی هایی با اونا باید چگونه کار بشه دو و بعد با اینها در هر شرایط در هر شکلی که هستن چگونه کار کنیم یه شاغول یه میزان یه ملاکی به ما داده بشه که بدونیم در شرایط گوناگون با این روحی های گوناگون چگونه کنار کنیم. یه تیپ روحیه گفتم معاند و مقروضه، یه تیپ روحیه منفعت طلبه که این اناد همون کفره بسته شدنه. با اینا باید چی کار کرد؟ در یه از کسان که نمیخوان حرکتی کنن و رشدی بگیرن و از اینکه شرایط روستشون باشون داده شد ازشون جدا میشه، اسیر اینا نمیتونه بمونه. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم العمل فسوف یعلمون. رهاشون کن بکرن بخورن، اینا میخوان گاو باشن ولشون کن. این تحقیرها این ضربه ها و این رها کردن ها مال این روحی های مقروری که بعد یعنی شرایط تناب رو بهش دادی نمیگیره بیاد دوله ولش کن اسیرش نمون سراغ دیگری برو. ذرهم فی خوضهم یلعبون، بذار تو سرگرمیشون بازی کن. فی خوضهم یلعبون اینا فرو رفتن و بازیگر یا بازیچم یا تماشاچی ولشون کن. پس یه تیپ معانده سنگر گرفته تکون نمیخواد بخوره. توان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا کسانی هن چه بخونی چه نخونی تکون نمیخورن. اینا دلا بسته شده، یعنی استعدادای تو بهشون داده ازش کار نکشیدن، این استعدادا رو اون میگیره. ختم الله علی قلوبهم و این ختم جبر نیست. از استعدادای تو به ما داده اگر بهره نگیریم از اون میگیره و اگر بهره گرفتیم بیشتر بهمون میاد. یه نور مال همه، یه جرقه مال همه هست. خودم دلنا این همه که از این نور بهره گرفت، ان الذين اهتدوا اونایی که این هدایت رو پذیرفتن زادهم هدا، این هدایت دیگه بهشون میرسه. اینی که قرآن میشه خودم للمتقین در حالی که خودم للناس هم و اونایی که نه پشت کردن لا یزید و غالمین الا خسارا، جز خسارت براشون نیست. ما یضل به الا الفاسقین، فاسق ظالم کافر و منافق از قرآن بهره نمیگیره. اینا مانع هایی هستن که نور قرآن رو نمیذارن رو دل بسازه. پس یه تیپ معانده، یه تیپ مغروره. مغرور وابسته به چی؟ به داده ها، وابسته به کارها. این هر دو بهشون ضربه میزنه و اینها رو در وسعت هستی مطرح میکنه برای اینکه این غرورا رو در اینا بکشنه بهشون حالی میکنه. چون یه برگ هستی که سر یه شاخه تو یه جنگل هستی رها شدی یعنی عبدالهی میکنی و مالک جنگل میدونی خودتو، تو یه برگی اسیر پاییزی گرفتار یه نسیم با یه نسیم زیر رو میشه، تو کسی نیستی. چی شده انا رب بکم و لعلم؟ انسانی که خودشو در مجموعه هستی میبینه دیگه از غرور میفته. پس تحت هم بپرس ازشون اهم اشد تو خلقن ام من خلقنا، اینا مهمترن به اون که ما خالدیم. انا خلقناهم من طین لازم، ما اینها رو از یک گل چسبنده آوردیم. گل حقارتش و چسبندگی همون سماجت و انادشه. طین لازم اهم اشد دو خلقن ام السما بناها رفع سمکها فسواها و اغتش لیلها و اخرج ضحاها و الارض بعد ذلك دحاها. اینا مهمتر هم یه هستی وسیع و گسترده. اینه که انسان اخی خودشو در این مجموعه هستی دید فهمید یه دونه برگ تو این جنگل غرورش میریزه. وقتی که میبینه غرور مند های این عالم قدرت های این عالم چگونه اسیر شدن. هل اتاش حدیث و میتا از ناباه فرسه بالواد مقدس تو با اذهب الى فرعون. وقتی که میره این فرعون های مغرور با اون حرکت های سریعشون فکذب العصا و هم عدبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى تا این عود فاخذه الله. اینا رو در همون عود گرفته نکان الاخرت و الاولا. اینا دیگه غرور رو میمونه براشون. این که روحیه مغرور ضربه میخوره، روحیه معاند تحقیر میشه و رها میشه. مغرور دو روش باشد. یه رو تیپی هستش برای درگیری با مغرور. یه موقع تو در یه سطح برتری از مغرور هستی میتونی ضربه بهش بزنی و بهش یاد بدی، ولی این موقع در یه کلاس پایین‌تری هستی ضربه بزنی خودت میکنه. اینجاست که بعد تو کلاس شاگردی بهش درس بدی. استادی داشتم این آیه پیشش درس میخوند، این اشتباه میخوند مثلا من دیده بودم اون درس میدم. من اگه بخوام به این بگم تو اینجا اشتباه کردی، درگیر میشه جلوی شاگردایی که داره ضربه میزنه و بهرم نمیگیره. این بود مطلب که رد میشد، میگفتم شما این بالا اینو فرمودین، مطلب درست رو میگفتم. وقتی میدید این حرف رو به خودش منتطب کردم، میگفت بله بله همینه.
و من کار خودم رو کرده بودم. یکی از اساتید ما داستان نقل که چگونه باید با مقرورها با اونات سنگر گرفتن تو لباس شاگردی درست داد توضیح میداد که یه نفری در یه مرحله پیش استادی بود کار میکرد، یه مرحله رفته رفته پخته شد و علومی پیدا کرد و گفت مسئولیت دارم باید برم کار بکنم. استادش گفت یه مرحله هم بمون، درسته تو مسائل رو یاد گرفتی، روش‌ها رو یاد گرفتی، یه پختگی هم میخوای که بفهم اینا رو کجا به کار ببندی، صبر کن. گفت نه نمیشه نشست، بعد راه افتاد و راه افتاد. اومد توی یه دلتی که بابایی توی یه مهدنی چیزی نماز میخونه، اومد تو مسجد بایستاد پشتر نماز بخونه، هیچ بلد دیگه ولا والونش رو بلد نیست، هیچی بلد نیست، نیست تأمین نداره، تو معنیمه نداره. بعد رفت بالا منبر، دید اصلا هیچی بلد نیست، روایت رو غلط میخونه، داغ شد. این پایین داد زد، تو فلان کردی، بیسار کردی، تو اشتباه میکنی، بیا پایین، تو داری خلق رو گمراه میکنی. این پخته ساحت مراحلیه، نگاهی کرد و مدتی ساکت شد و مردم منتظر بودن چه میکنه. سری جنبون دو گفت صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله، چه رسول خدا راست گفت، چی شده من؟ همه منتظر بودن حتی خود این جناب که ببینیم چی میگه، صدق رسول الله چیه؟ گفت بله دیشب من در خواب بودم، دیدم کنار ده اومدم، بالا این کوه رفتم، برم به این ده نگاه میکنم، دیدم یک کسی از پایین اومد کنار جاده رفت، بهش اومدم پیشش، بهش سلام کردم، خیلی بزرگ بود، ازش خواستم پیش ما بمونه، گفت نباید برم، اومدم به تو بگم، تو پاسدار این ده هستی، فردا یک شیطان میاد این دین مردم از تو بگیره، مواظب باش. هرچی گفتم تو کی هستی؟ گفت من رسول، صدق رسول، این شیطان همین پدر شیطان، خضو فقلو بگیریتش. آقا خلقم دنبال شیطان میگشتن تا شدن دنده از این صاف کردن که چیزی براش باقی نمید، برای خورد و فهمید که کم داره. برگشت من پیش استاد با دنده شکسته، یا استاد ادرس نیست، اومدم مواظبم باش. مدتی با او سر کرد، شاگرد پخته شده بود، استاد بهش گفت برو، گفت نه هنوز به دنده ها نشد، ازش میخواست حرکت کن، برو حالا وقت تو آماده ای، این تصدیق را افتاد. گفت برم ببینم تو اون دهی که گند زدم میتونم کاری بکنم. اومد در اون ده وارد شد، پشت سر همون ملا نماز خوند، با همون ملا دوست شد، هر کس اشکال میکرد این مدافع اشکال ها بود، هر کس بحث میکرد این جواب، این با سواد بود، ملا که چیزی نداشت اون ده، این مواظب ملا شده بود، ملا میدید یه خود پاسداریه براش، ازش نگهداری کرد. گاهی از دهات دور ملا میخواستن میگفت تو برو، گاهی خودش سفر میرفت پستشو میدهد، این قرص چی بود؟ پستارو بگیره و گیره. تا رفته رفته ملا گفت اصل منبر مال تو، من تو محراب میرم، دنیا مال تو و اونم همینو اگر جز این میخواد گرفت کارشو کرد. قرص اینه تیپ مغرور رو بعد با شاگردی دست داد، در این صورتی که میشه پستشو گرفت و میشه از او کاری که میخوایی بکش راه داده. این یه روحیه، یه روحیه روحیه منفعت طلبه، سود میخواد، من نمیدونه سودها در کجا، منافع در کجا، شکل نمیتونه بگیره، میشه منافق، میشه بیشکل. نفاق عاملش منفعت طلبیه و معنیش بیشکلیه، تذبذب مزفزهی نبینه داده، لا اله الا و لا اله الا. منافق درونی بیروبه، مثل آب میمونه، آب شکل نداره، به شکل ظرفی که درش قرار میگیره. منافق شکل نداره، به شکل محیطی که درش زندگی میکنه. وقتی پیش مؤمنین میان میگن انا معکم و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، ما با شما در واقع نه با اونان و نه با اینها، به شکل محیطی هم که درش قرار میگیره. خب این روحیه منفعت طلب رو با چی میشه حساب کرد؟ اصولا روحیه منفعت طلب ترسو میشه، نه نمیدونه سودا در کجاست، حذر درش ترس. اولا به این تفهیم میکنن تو سود مگه نمیخوای؟ ببین یک راهی شروع کن که با شروعت رسیده باشی، راهی شروع کن که برد و باختت برد باشه، احتل حسنین مال تو باشه، تو ربیت میخوایی و بدون منافق بهره بهرمند نیست، منافق طعمه خورنده نیست. تو مگه نمیخوای سود کنی؟ ما را به از تجارتهم، این تجارت ها سود نمی کنه، منافق همیشه سود میشه برای دیگران. کسانی که بی‌شخصیت هم تومه با شخصیت ها هستن، این شخصیت ها چه شخصیت متحرک باشه مثل مؤمن یا شخصیت متحجر باشه مثل کافر، منافق همیشه تومه است. استوقد نارن، آتشی با رنج برم می‌افروزه، فتنه رو به پا میکنه تا راهش روشن بشه و منافعش رو سیر کنه، ولی همین که آتش ها روشن بشه ذهب الله به نورهم، بهرش مال اونه و چوب نیفتش کنه و ترکه هم فی ظلمات لا یبصر.
منافق همیشه تومه و سود نمی. اینی که کسانی که منفعت طلبن و بیشکل میشن باید بهشون ربح عالی سود عالی نشون داد و نه ترسو گارمیان. اینا رو میش از راه تحقیق ساخت با تصویرها ساخت. این تصویرهایی که راجع به این تیپ منفعت طلبه منافق مطرح میشه در قرآن خیلی زیاد و تحذیب که مال اینا میشه زیاد میشه. یحور المنافقون، منافق از حذر سرشاره، ترس داره، اینی که بیشتر از تحذیب میشه. اینا میترسن، یه روحیه ترسناکی هستن که میگن نکنه سودا بره. اینی که نمیدونن وضعیت چیه، هر کس که بهشون بگه هان اینجوری شد منافعتون در خطر افتاد میترسن، میلنگن، تزلزل دارن که نکنه وضع بازار بیاد پایین، نکنه عرض قیمتش کم بشه، نکنه ارزش ها شکسته بشه. حالا اینا بعد توی وسعت بیشتری گفتگوی عمیق‌تری ازش بشه که منافق عاملش چیه، علائمش چیه و روش درگیری رسول با منافقا در چه مراحلی بود. این چی که گفتم یه مرحله از درگیریه، مراحل دیگه هم هست که رسول با اونها همراه بوده. از مرحله توصیف اونها و مشخص کرد، چون این منافق دشمن درونی، رسول در یه مرحله میسازه اینها رو، در یه مرحله توصیفشون میکنه تا مشخص بشن تو جامعه رو بیان و در یه مرحله کاری میکنه اینا سازمان نگیرن، تشکل پیدا نکنن، عمیق نشن، اذن میشه رسول، گوش میشه، خودشو چشم و مغز نشون نمیده تا اینا در اعماق کار کنن و ریشه بدونن. اینه که منافقین راجع به رسول میگفتن هو اذنون، این گوشه، یعنی هر چی بگیم بهش میشنوه، ساده است، قل اذنو خیر، این گوش خوبی، حساب داره. جدا روش رهبری رسول عمیقه. ان شاء الله توی فرصت‌های گفتگوهای شده بوده، توی فرصت‌های دیگه هم بعد گفتگوهای وسیع‌تری بشه که رسول چگونه کنار اومده با منافقا. ما اصلا نمی‌دونیم چی کرده با اون. از عمق رهبری گفتم مواد ما خیلی محدوده، قنایی نداریم، نه منافق رو می‌شناسیم، نه عوامل این نفاق رو می‌دونیم چیه و نه علائمش رو با روابطی که داره. گفتم منفعت طلبی ترس میاره، منفعت طلبی زد و بند میاره، منفعت طلبی خیانت میاره، منفعت طلبی دروغ میاره، جاسوسی میاره. اینی که منافقین هم جاسوس بودن، هم فتنه‌گر بودن و هم دروغگو بودن، هم ترسو بودن، هم مزفزف بودن میشه. و رسولم با این روحیه ها میدونه کجا بره. اینی که یه آیه وقتی که تو قرآن میاد دست میذاره اون نقطه حساس، اینا ما را به حد تجارت و سود میخواهید، اینجا سودی نیست، ما کان مهتدین، اینا راه پیدا نکردن. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا. Just